به به به، سلام، خوش اومدید به خونه سبز. بفرمایید داخل یه چای میل کنید تا من بهتون 10 تا کاری که عمر گلاتون رو زیادتر میکنن و معرفی کنم. پس تا چایتون سرد نشده شروع کنید. اولی کار اینه که گیاهاتون رو مستقیم آبیاری نکنید. یعنی چی؟ یعنی روی برگا آب نریزید، روی ساقه آب نریزید، فقط خاک رو آبیاری بکنید و خاک گیاهتون رو کامل خیس بکنید. آبی که روی برگا و بیخ برگا، همون قسمتی که میرسه به ساقه میمونه، اون آب باعث خرابی و گندیده شدن برگا میشه و کم کم خرابی گلاتون. دومی کار اینه که وقتی گیاهتون تشنه است بهش کود ندید. کود دهی رو بذارید بین دوتا آبیاری انجام بدید. اینجوری وقتی گیاهتون تشنه است یه مقدار خیلی زیاد کود مصرف میکنه به جای آب، بعد میسوزه، عشان اووردوز میکنه. بعدش هم وقتی که خاک گلونتون خشکه، کود که بریزین مثل اینه که اسید پاشیدین روش، اصلا میترکونه گیاهو. سود که نداره، هیچی ضرر هم داره، انجام ندید این کارو. سوم اینه که گیاهای مشابه رو کنار هم بذارید. مشابه از نظر ظاهر نه، از نظر نوع نگهداری. گیاهایی که نیاز آبی یا نیاز نورشون مشابه همه رو گروه گروه کنار هم بذارید. اینجوری امکان این که شما اشتباه یا کم یا زیاد آبیاری بکنید رفع میشه. مثلا اگه سامیفولیاتون رو بذارین کنار حسن یوسف، یکیشون میمیره بالاخره. یا اگه گیاهایی که حشره خارن خیلی خیلی نیاز آبی زیادی دارن و بذارید کنار کاکتوسا، اون حشره خاره رطوبت کافی بهش نمیرسه، این هیچی، تازه وسوسه میشین که به این کاکتوس ها و ساکولانت های بیچاره هم آب بدید. چهارمین مورد آبیاری کافیه. هر گیاهی آبیاری متفاوت داره، ولی به طور کلی یک چهارم حجم گلدون رو باید آبیاری بکنید. مثلا اگه گلدونتون یک لیتریه، خب 250 میلی لیتر باید آبیاری بکنید. و اگه نیاز گیاهتون زیاد باشه، تعداد دفعات آبیاری رو زیادتر بکنید. اگه نیازش کم باشه، تعداد دفعات رو کم بکنید. مقدار آب رو کم نکنید. مورد پنجم اینه که برگای زرد و مرده رو جدا بکنید. اینجوری احتمال مریض شدن و بیماری و ویروس و حشره و کپک و اینجور چیزا کم میشه. برگای زرد و مرده احتمال ریختنشون خیلی زیاده دیگه. اگه گیاهتون حشره یا آفت زده باشه، تخم لاروشون رو به خاک منتقل میکنین و خیلی سخت میشه کارتون که از شرشون خلاص بشین. اگه به خاطر بیماری برگا زرد شده باشن که دارین بیماری رو به خاک انتقال میدین، اینجوری کیفیت خاکتون خیلی پایین میاد. اگرم همینجوری به خاطر گیری باشه، احتمال اینکه خاکتون کپک بزنه و قارچی بشه خیلی زیاد میشه. خب راه ششم قرنطینه کردن گیاهای مشکوکه. گیاهایی که میبینید حالشون خوب نیست، دارن زرد میشن، برگاشون داره میریزه، اینا رو جدا بکنید، بذارینشون یه گوشه، بذارینشون جدا از بقیه گیاها. این اگه حشره داشته باشه منتقل نمیشه، بیماری، ویروس، قارچ، هر چی داشته باشه منتقل نمیشه به بقیه. اگه قرار بمیره همون یه دونه میمیره. اینجوری کارتون راحت‌تر هم میشه، خیلی راحت میتونید درمانش کنید. برای هفتم هرس کردن گیاهاتونه. سعی کنید گیاهایی که هرس کردن نیاز دارن رو به موقع هرس بکنید. گیاه هم به آرایشگاه نیاز دارن دیگه، بعد موهاشون رو کوتاه بکنید، خوشگلشون بکنید. بعد یه خوبیه که داره اینه که میتونید از شاخه‌هایی که جدا کردین یه گلدون جدید درست بکنید. شما با هرس کردن میتونید رشد گیاهتون رو زیاد بکنید، گیاه سالم‌تری داشته باشید و گیاهتون همیشه مرتب و منظم به نظر بیاد. خب راه هشتم که خیلی بهش توجه نمیشه ولی مهمه، جدا کردن گلا از گیاهایی که معمولا گلدار نیستن. مثلا اگه ارکیدتون گل میده، خب خیلی هم خوب. یا اگه اسپاتیفیلیومتون گل میده، خب خیلی هم قشنگه. یا اگه برگ بیدیتون گل میده، خب خیلی هم جذابه. یا اگه کاکتوس گلدارتون داره گل میده، خب خیلی خوبه. ولی اگر سانسوریاتون، دیفنباخیا، سانفولیا یا گیاهای مشابه اگه شروع کردن به گل دادن، بلافاصله گلا رو بچینید. اصلا نگیم ببین آه بذار ببینم چجوری گلش، نه، برین اصلا اینترنت ببین گلش چه شکلیه، ولی از بیخ ببرش. چرا؟
چون که تمام انرژی گیاهتون میره روی گل دادن و رشد گیاه کم میشه و این زمانی پیش میاد که گیاه فکر میکنه عمرش تموم شده و با تولید گل و بذر میتونه یه گیاه جدید درست بکنه و عمرش رو یه جای دیگه ادامه بده. در نتیجه رشد گیاهتون متوقف میشه و هرچی شما آبیاری بکنید، کوددهی بکنید، این باز رشد نمیکنه و همه این کود و آب زیادی باعث میشه که گیاهتون زودتر تلف بشه. تازه گذشته از اون گیاهتون هم خیلی زشت و بیریخ میشه چون معمولا همچین گیاهایی گلای خیلی خوشگلی ندارن. خب راه نهم تعویض گلدونه. گیاه هر چند وقت یه باری به گلدون جدید نیاز دارن چون که هی که رشد میکنن جاشون کم میشه دیگه. به خاطر همینه که من همیشه توصیه میکنم گلدوناتون رو گلدون پلاستیکی انتخاب بکنید. گلدون سفالی یا سرامیکی خیلی خوشگله ولی واقعا سخته که گیاهتون رو از سوش در بیارید بذارید توی گلدون بزرگتر. پس چی؟ گلدون پلاستیکی بهتره. اینجوری خیلی راحت تر هم متوجه میشید که گلدون جدید نیاز داره یا نه. گلدون پلاستیکی کج و کوله میشه. وقتی کج و کوله شد این یه علامته. یا ریشه ها از پایین میزنن بیرون، از قسمت زهکشش، سوراخ های زهکشش میزنن بیرون، رشد گیاهتون کم میشه و خیلی زود به زود به آبیاری نیاز داره. یعنی چی؟ خاک گلدون خیلی سریع خشک میشه. یعنی اینکه اصلا خاکی وجود نداره، همش ریشه است و همه آب خیلی سریع جذب میکنن. گلدون جدیدم باید همیشه 3-4 سانت بزرگتر از گلدون قبلی باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قطر گلدونتون 10 سانته، قطر گلدون جدیدتون باید مثلا 13-14 سانت باشه. اگه بزرگتر از این انتخاب بکنید ریشه ها به نسبت خاک گلدونتون کمن و وقتی آبیاری میکنید ریشه ها همه آب رو نمیتونن جذب بکنن، در نتیجه خاک گلدونتون خیس میمونه و ریشه ها رو گندیده میکنه. خب حالا دهمین روش برای اینکه گیاهتون رو طولانی تر نگهداری بکنید و عمر گیاهتون رو بیشتر بکنید اونم اینه که گیاهتون رو هر چند وقت یه باری چک بکنید. این ورش رو چک کنید، زیر برگا رو چک کنید، خاکش رو چک بکنید، ساقش رو چک بکنید، چک بکنید ببینید بیماری چیزی داره یا نه. این باعث میشه که قبل از اینکه دیر بشه به گیاهتون رسیدگی بکنید و از مشکلی که براش پیش اومده نجاتش بدید. چک کردن هم فقط برای پیدا کردن حشره و بیماری اینجور چیزا نیست. چک بکنید ببینید که نیاز آبیش چجوریه، چون ممکنه که مثلا فروشنده بهتون گفته که اینو هفته دوبار آبیاری بکنید ولی خونه شما خنک‌تر از اون جاییه که فروشنده نگهداری میکرده. در نتیجه هفته دوبار برای گیاه شما زیاده و شاید هفته یه بار بیشتر نیاز نداشته باشه. یا مثلا رشد گیاهتون زیاد شده و نیاز آبیش هم زیاد شده. یا مثلا توی تابستون، معمولا توی تابستون آدم بیشتر باید آبیاری بکنه. حالا در کل چک بکنید ببینید مشکلی داره یا نه. همین. تو این ویدیو سعی کردم 10 تا از باید و نبایدهایی که عمر گیاهتون رو زیاد میکنه رو بهتون یاد بدم. ممنون که تا اینجا با من بودید. کانال رو سابسکرایب بکنید. ویدیو رو اگه دوست داشتین لایک بکنید و دوستاتون معرفی بکنید. مرسی. تا ویدیوی بعدی. خدافظ.